به نظر شما چرا حکومت اینقدر داره برخوردهای امنیتی و سختی میکنه با مراسمهای خاک سپاری، چهلم یا مناسبتهای سوگواری مردم؟ ببینید، مراسم سوم یا چهلم یه سنتی است که بین مردم ایران از سالهای پیش همیشه این وجود داشته و مخصوصا یک تجربه ای هستش در طول این نزدیک یک قرن. در انقلاب 57 هم مراسم‌های چهلم و یا سوم همیشه مهم بوده و یک نقطه عطفی در برگردوندن قدرت مردم در خیابان‌ها بوده. در تظاهرات اخیر 50 چند روزه هم می‌بینیم که مراسم‌های چهلم از جمله برای جینا امینی، همینطور حدیث نجفی و جواد حیدری در کرج و قزوین و جاهای دیگه همیشه یک نقطه عطفی بوده. مردم بیشتر توجه داشته و مخصوصا اگر خانواده هاشون بتونن این مراسم را ترتیب بدن. برای همین هستش که رژیم بسیار حساس هستش به مراسم چهلم. و در آذربایجان هم میدونی که 20 مهر روز کشته شدن اسرا پناهی در اردبیل هم هستش که فکر میکنم همون 30 آبان خواهد بود، ولی خب منتظر هستیم ببینیم خانوادهشون چه روزی رو اعلام میکنن. برای همین جمهوری اسلامی بسیار حساس هستش که مردم در این روز با لطایف الحیل، با انداختن اختلاف بین فعالین، بین مردم، معمولا تلاش میکنه که این روزهای چهلم و سوم رو تشدد ایجاد کنه و نتونن مردم به صورت متمرکز در این مراسم ها جمع بشن و بیان اعتراضات خودشون رو نشون. ولی علی‌رغم این تمام این سرکوب ها، تمام این کارشکنی ها، همیشه مراسم چهلم بسیار مهم بوده و من فکر می کنم که هم سوم مهران شکاری در گشادچای و یا میانداب و همینطور در روزهای آینده چهلم اسرا پناهی در اردبیل روز بسیار مهمی خواهد بود. و برای مراسم در واقع چهلم کشته شدگان اولین جمعه خونین زاهدان هم فراخوان صادر شده، فراخوان‌های متعدد که همگی از طرف خود مردم یا خانواده کشته شدگان بوده. شما فکر می‌کنید که این همین همراهی مردم، همین فراخوان‌هایی که تا الان خب دیدیم شرکت می‌کنن، استقبال می‌کنن، مردم خانواده‌ها رو تنها نمی‌ذارن، کنار مزار کشته شدگان حضور پیدا می‌کنن، همزمان مخالفت خودشونو و اعتراض خودشون رو به حکومت هم ابراز می‌کنن، شما اینها رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه مردم علیرغم همه این فشارها دوباره از این فراخوان‌ها دارن استقبال میکنن؟ درسته. ببینید، مردم بیشتر جریحه‌دار میشن وقتی مراسم سوم یا چهلم کشته شدگان هستش. ما دیدیم که مراسم حدیث نجفی، اتفاقا مهران شکاری در همون 12 آبان روز چهلم حدیث کشته شد که اونجا داشته کمک میکرده به 2 نفر از تظاهر کننده های دیگه که مورد اصابت گلوله واقع شده بودند طبق بعضی اخبار. برای همین مردم بسیار مهم هستش، مردم آمادگی بیشتری دارن. برای همین رژیم تمام تمرکز خودش رو برای این روزها میکنه که جلوش رو بگیره. ولی از یه لحاظ دیگه، مخصوصا از این روز به بعد، این مراسم چهلم ها و سوم ها مهم هستش که افراد خیلی زیادی در سراسر ایران دستگیر شدند و گفته میشه که برای 15,000 نفر که با تایید به اصطلاح نماینده های مجلس هم مواجه شد، رژیم قصد داره که حکم اعدام براشون صادر کنه. بنابراین برای جلوگیری از این اعدام ها، برای جلوگیری از این کشتارها و همینطور زنده نگه داشتن مبارزات و قیامی که مردم در سراسر ایران شروع کردن، خیلی مهم هستش که در این مراسمات شرکت بکنن و مخصوصا جمعه خونین بلوچستان و همینطور مراسم مهران چکاری که ما به عنوان فعالین آذربایجانی مصمم هستیم در کنار مردم هستیم و از مردم هم خواهش میکنیم که این مراسم را بسیار جدی بگیرن و مخصوصا از همه آذربایجانی هایی که در تهران و کرج و جاهای دیگه همه جای ایران هستن و همه مردم ایران، این مراسمات را جدی بگیرن و نذارن که این انقلابی که مردم ایران شروع کرده بخوابه و جلوی کشتارها رو بگیره و به تدریج بتونیم به اهداف اساسی مردم برسیم.